سلام. خبرو داره تون تون میرسه. خاورمیانه مثل همیشه شلوغ بلوغه. بیشتر از همیشه. بزن و بکش و خلاصه حسابی درگیره. جهان شده مثل یک بدن که خاورمیانه قلبشه. و حتی اگر که این بدن مغزش هم از کار بیفته، تا این قلب کار میکنه جهان برپاست. عجب تعبیری. ایول به خودم ربط نداشت. هی شما بزنید تو ذوق من، به گزارش رسانه‌های خارجی، امارات متحده عربی بهره‌برداری از یک خط لوله جدید برای انتقال نفت خام تولیدی منطقه خلیج فارس را آغاز کرده است. گفته می‌شود خط لوله فجیره در خشکی و برای دور زدن تنگه هرمز به منظور کاستن از نقش احتمالی ایران در انتقال نفت خام این منطقه احداث شده است. به گزارش Associated Press، این خط لوله با طول 370 کیلومتر قرار است نفت خام تولیدی در شرق ابوظبی را از منطقه حبشان به بندر فجیره در ساحل دریای عمان منتقل کند. ظرفیت اولیه انتقال نفت این خط لوله 1,500,000 بشکه در روز اعلام شده است و با آغاز بهره برداری از آن، امارات توانسته است به طور مستقیم به اقیانوس هند دسترسی پیدا کند. شرکت سرمایه‌گذار بین‌المللی که مجری اصلی این پروژه بوده، تایید کرده است که اولین محموله نفت خام صادراتی از مسیر این خط لوله روز یکشنبه 15 ژوئیه بار یک نفتکش شده است. لازم به اشاره است با شدت گرفتن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، از جمله تحریم خرید نفت خام این کشور توسط اعضای اتحادیه اروپا، برخی مقامات ایران تهدید کردند که ممکن است از نیروهای نظامی این کشور خواسته شود مسیر تنگه هرمز را ببندند. درگذشت حمید سمندریان، استاد تئاتر ایران. خبرهای بعد همیشه زود میرسه. به گزارش رسانه‌های داخلی ایران، صبح روز پنجشنبه 12 ژوئیه، حمید سمندریان، استاد نامدار تئاتر ایران، در منزل خود درگذشته است. به گزارش مهر، حمید سمندریان، متولد 1310، بعد از یک دوره بیماری در سن 81 سالگی درگذشت. سمندریان طی 3 دهه گذشته تنها 4 اثر نمایشی را کارگردانی کرد و به صحنه برد و این در حالی بود که وی از جمله کارگردانان برجسته تئاتر در آسیا بود که در کشور آلمان و زیر نظر ادوارد مارکس، کارگردان برجسته تئاتر دنیا، کارگردانی را آموخت. حالا البته نزدیک ماه رمضان من اینو میگم، روزه شکدار اصولا خوب نیست. یعنی خیلی بده که آدم توی شرایطی قرار بگیره که هم شک داشته باشه، هم غذا نخوره، هم حالا اگه اشتباه باشه مثلا بیفایده باشه کارش. در نتیجه بهترین کار اینه که در شرایطی خودت رو قرار بدی که هم بتونی غذا بخوری، هم بتونی کارتو انجام بدی، هم بتونی تو خونه استراحتتو بکنی و هم این که در نهایت بتونی سر عالم و آدم منت بذاری و بهشون فخر بفروشی. اینم خوبه. کلا روزه شکدار خوب نیست. مدیر عامل باشگاه پرسپولیس تهران روز شنبه 14 ژوئیه در مصاحبه ای اعلام کرد اگر عالمان دین بگذارند در ماه مبارک رمضان در لیگ برتر شرکت نخواهیم کرد. به گزارش ایسنا، این در حالی است که 12th دوره لیگ برتر فوتبال ایران از پنج شنبه 19 ژوئیه با 5 مسابقه آغاز می شود و پرسپولیس در آبادان و اولین بازیش مهمان صنعت نفت خواهد بود. اما این تیم در بازی دوم خود که در ماه رمضان برگزار می شود، باید از ساعت 22 به مساف فجر سپاسی شیراز برود.
دیداری که مدیرعامل باشگاه پرسپولیس تأکید کرده است تیمش در آن حضور نخواهد یافت. رویانیان با اشاره به اینکه بسیاری از مراجع تقلید از برگزاری بازی در ماه رمضان انتقاد کردند گفت آیت الله استادی امام جمعه قم فرمایشاتی داشتند و از مدیران باشگاه ها خواستند که در ماه رمضان بازی نکنند و من خواستم اولین کسی باشم که برای این کار اعلام آمادگی می کنم. همینجا هم می گویم که حاضر نیستیم وقتی علما و مراجع به برگزاری بازی ها در ماه رمضان انتقاد دارند ما حتی به قیمت از دست دادن امتیاز در لیگ شرکت کنیم. لازم به اشاره است آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعه از برگزاری بازی های لیگ فوتبال در ایران در ماه رمضان ابراز شگفتی کرده بود. در این حال غلامرضا بهروان سرپرست سازمان لیگ فوتبال ایران با رد احتمال به تعویق افتادن آغاز لیگ برتر و یا برگزار نشدن این بازی ها در ماه رمضان در مصاحبه های مختلف با خبرگزاری ها تاکید کرده است که 12 دوره لیگ برتر طبق برنامه ریزی اعلام شده و بدون تأخیر از 19 ژوئیه 29 تیر شروع می شود. عجب اوضاعی شده، اون برای دنیا سر ممنوع خروج کردن یا نکردن فلان جنایتکار یا فلان آدم خلافکار کلی بحثای حقوق بشری میکنن، بعد این برای دنیا که نه، یکم اونورتر دنیا، همون جای دنیا که برای ما هم خیلی مهمه، یه بچه 12 ساله رو ممنوع خروج میکنن. اینجوریه دیگه. البته من فکر میکنم، شخصا این فکر خودمه، که این نشون دهنده اینه که مسئولین ما با هم هماهنگ عمل میکنن، یک دست عمل میکنن، نه لزومن اینجوری نیست. شیرین عبادی فعال حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل در واکنش جداگانه‌ای نسبت به ممنوع الخروج شدن دختر و همسر نسرین ستوده، وکیل زندانی در ایران، اعتراض کرده و خواهان پایان دادن به آزار آنها شدند. شیرین عبادی، وکیل دادگستری و برنده جایزه صلح نوبل، روز جمعه 13 ژوئیه اظهار داشت که با ارسال نامه‌های انتشار بیانیه‌ای با اعتراض به این حکم از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است دست از آزار خانواده خانم ستوده بردارد. دو تا خبر میخوام بگم خدمتتون. اولیش با شلیک یکی از ماموران کلانتری 160 خزانه تهران، جوان 16 ساله‌ای به نام علی قاسمی به قتل رسید. گفته میشه که مأمور شک داشته به این که ایشون احتمالاً شرب خمر کرده و از فاصله نزدیک، خیلی نزدیک بهش شلیک کرده. مورد دوم اینه که دو تا دانشمند موفق شدن ماده‌ای رو کشف بکنن که مقاومت دندان رو بسیار بالا میبره و باعث میشه که کمتر نیاز باشه به دندون پزشک سر بزنن. یکی خیلی خبر خوبیه، من که خیلی خوشحال شدم. و مورد بعدی که راجبش یک گزارش هم داریم در مورد جنگ و کشتار و بمب گذاری هست که در سوریه اتفاق افتاده. به دنبال حمله به دبیرخانه شورای امنیت ملی سوریه که مرگ چند مقام عالی رتبه این کشور را به دنبال داشت، آمریکا، بریتانیا و فرانسه بر ضرورت کنارگیری بشار اسد رئیس جمهوری از قدرت برای پایان دادن به خشونت‌ها در سوریه تاکید کردند. در همین حال مقام‌های جمهوری اسلامی و روسیه نیز خواهان برخورد با عاملان این حمله شدند. روز چهارشنبه 18 ژوئیه دولت سوریه اعلام کرد که یک بمب‌گذار انتحاری دبیرخانه شورای امنیت ملی در دمشق پایتخت را هدف حمله قرار داده و در نتیجه چند مقام عالی رتبه از جمله وزیر دفاع و آصف شوکت، معاون وزیر دفاع و شوهر خواهر بشار اسد رئیس جمهوری سوریه کشته شدند. سپهبد داوود عبدالله راچه وزیر دفاع سوریه بلندپایه‌ترین مقامی است که از آغاز درگیری‌های سال گذشته در این کشور آشوب زده کشته شده است.
تلویزیون دولتی سوریه با گذشت زمان اندکی از اعلام خبر مرگ وزیر دفاع پیشین اعلام کرده است که رئیس جمهوری ژنرال فهد جاسم الفریج را جانشین او کرده است. این انفجار هنگامی رخ داد که مسئولان بلندپایه امنیتی و چند وزیر در دبیرخانه شورای امنیت ملی حضور داشتند. همچنین گزارش شده که حسن ترکمانی، مشاور ارشد نظامی بشار اسد و وزیر پیشین دفاع در میان کشته شدگان است. بنابر گزارش ها چند مقام بلندپایه دیگر دولتی از جمله ابراهیم شار، وزیر کشور و هوشام بختیار، دبیر شورای امنیت ملی مجروح شدند. حمله امروز صبح در حالی رخ داد که گزارش ها حاکی از شدت گرفتن درگیری ها در دمشق است. علاوه بر این خبر می رسد که چند انفجار نیز در پادگان لشکر چهارم زرهی ارتش سوریه که وظیفه محافظت از کاخ ریاست جمهوری را بر عهده دارد به وقوع پیوسته است. این لشکر از مجهزترین و ماهرترین نیروهای نظامی سوریه محسوب می شود. این کوه بلند است ولی نیز دماوند. این رود چه زیباست ولی رود تجن نیست. این شهر عظیم است ولی شهر غریب است. این خانه قشنگ است ولی خانه من نیست. بدرود.